سلام علیکم. علیکم سلام، صبحتان بخیر دوست عزیز، بفرمایید. سلامت باشین، صبح شما بخیر. محمد خالد هستم از بختیار. بفرمایید. اولی که از شما و از برنامه تان از دفتر بسیار تشکر که ما را بسیار خوب راهنمایی و از آسمان در زمین پایین کردن. شما زنده باشید. و دومی که خدمت شما عرض کنم دکتر صاحب که من بسیار علاقه دارم که درس بخونم. اسناد لسانس خودم گرفتیم و میخوام که مستجر شروع کنم. هر قدر که کوشش میکنم که من باید درس ها را حفظ بکنم، این مجرده که در کتاب میگیرم من یا خو میبره یا ای که در حافظین هیچ نمیشنه، بسیار سر درس من را چرت میبره. یکی و دومی که من در جایی که به استراز بخوایم گپ بزنم ورخطا میشم، زیر تاثیر میرم و زیاد فراموشی دارم و دیگه ای که خوابم بسیار کم است. بله، شما چه وظیفه و کاربار دارین؟ کارمند دولت هستم. کارمند دولت، ماستری را هنوز شروع نکردین؟ ماستری شروع نکردیم، به تفهیم دارم که شروع کنم خب بسیار است و برم کوبار معلوم میشه. هر قدر که میخوانم در حافظه هیچ نمیشی، نه و بسیار یکان دفعه بسیار زود عصبانی میشم. وقتی که این برنامه را گوش کردیم، از روز که این برنامه را گوش کردیم، اینه 80% من در عادتم تغییر آمده جان. یکانه مشکل دیگه که من بسیار به درس علاقه دارم، دافظین هیچ نمیشی، نه میخونم پس در قباد یادم میره. بله، من برتان معلومات میتونم، ولی فقط یک چیز برتان بگویم، مالی مثل کو معلوم میشه ولی پاس پیش بیری میبینی که مثل کو نیست. حتی مثل کو هم باشه، بزرگترین کو هم با اولین قدم هایی که شروع میکنیم پیموده میشه و در روانشناسی از بین بردن ترس گفته میشه که شما با ترس مقابله کنین. یک کودکی که از تاریکی میترسه، 100 دفعه برش بگیم که نه ترس فایده نمیکنه، اگه یک روز دست به دست کتش بریم در تاریکی ببینه که چیزی نیست، مشکل حل میشه. شما بخیر رو شروع کنین، مشکل حل میشه. من یک مقدار معلوماتم برتان میتونم از رادیو بشنوین. یک جان سپاس که زنگ زدید. تشکر شما زیاد. سلام. دکتر سیبه شوخی کنی بگید، گفت که در آسمان بودم، از آسمان پایین شدم در زمین. در آسمان خوب بود، تیاره شنه با موتر تا از ما و شما کار خوب ساختنی. غیر مرد که دیگه که گلاس مرا با مثال دادن پیش بود اجازه است بگیره. بفرمایید دکتر سیب. نه بعضی ها میام و اینه خونم یک دکتر سمک برنامه رو شیند و فامیدم افسرد استم، گفتم ما خواست دستم کدام کار خوب ساختن نیست، مردم ها ناق به تشویش ساختن متوجه ساختن کم مشکل دارم. در رادیو میگم در نظر نگیریم. بنان خدمت از نازنین ما عرض کنم که اول خوب خیر درسای خود شروع کنم. بعضی وقتا ما به خاطر درس یاد نمیگیریم که انگیزه برش نیست. خب حالا اینا که ششتکت خود میخوانن خوب یاد نمیگیره، خوشان میبره. روزی کجا درگیر درس شوه که استاد سرسام سوال میکنه، علی امتحان هفتوار میه و چطو باز خود به خود دیگه درس یاد میگیره، مجبور میشه در مسیر بفته و تلاش خود کنه. بنان زیاد از این مشکلاتش با شروع ماستری خود به خود کوچ میکنه و میره. اما یک سلسله مشکلات مرتبط به هم پیشان موجود است. اول از امگپ آخرشان شروع کنیم، گفت خواب ما کم است. خواب ما کم باشه خود به خود مشکلات دیگه ایجاد میکنه. خواب که کم شد، اولین مشکلی که ما ایجاد میکنیم بیداری ما امرش خراب میشه. تمرکز کرده نمیتونیم. روزی که تمرکز نبود ما درس به هیچ عنوان یاد گرفته نمیتونیم، به خاطری که چشم ما است اما ذهن ما درگیر از این قضیه نیست دیگه، ذهن ما یک جای دیگه است. خب معلوم دار است در این صورت ما یاد نمیگیریم. ما وقتی درس یاد گرفته میتونیم که ذهن ما کاملا درگیر درس ما باشه. حالی وقتی ما نتونستیم یاد بگیریم، ذهن ما کار نکرد، خود به خود خسته کن میشه بر ما درس. خب فشار میاره. من همیشه میگم کودکایی که کمبود توجه و تمرکز داره، لطفا سرش پدر و مادر رو فشار نبرین، لط نکنین. درس خواندن بر از اون مثل ازی میمونه که شما لطفا که دستتون را برین. اگر تو پدر جان مادر جان که دست دمت را رفته میتونی از کودک و میتوقع را داشته باش. اگر نی که نمیتونی بر از اون سخت است، نمیشه. کسی که تمرکز نمیتونه با وجود علاقه درس داره، بعضی وقت خود از کودک هم علاقه داره اما دیگه زورش نمیرسه. اینالی که زور ما نرسید مخص چی میکنه؟ میزنه خود به فاز خستگی و کمخوابی و پریشانی و اینا. مثلا مثال شما را بتم، اگر من مثلا بر شما بگیم که بخیزین از جبرین دیگه تا پیاده تا خیرخانه، خود اگه چرکت نمیکنی، هیچ حرکت نمیکنی که بیایم امتحان کنیم تا یک دفعه تا کارتی چهار بریم ببینیم چطور میشه. خب سنجش میکنیم، میبینیم والا در هوای سرد و اینا سخت است، نمیرم دیگه. وقتی ما میبینیم که درس خواندن ما او سخت است، مثل رفتن خیرخانه با پای پیاده است، خب معلوم دار است مغز از اول میگه برو دیگه نخون، به شیلابتی. معلوم دار است که گپ شما
توقف میشه. میکنم میمانه. بنانی برادر از نازنین ما، اول خواب خود باید منظم بسازه، توجه و تمرکز خود خوب بسازه، خود به خداحافظیش جور است مطمئن باشه، درس خودم شروع کنه، مستری خود ثبت نام کنه، بخیر نکنه که چیز به ذهنش نمیاد. بله 100%. اول هر روزی که ما میگیم چیزی به ذهن ما نمیمانه، یک آسیب به مغز ما وارد کردیم. یک چیز یاد گرفته نمیتونم، آسیب دیگه به حافظه ما وارد کردیم. نه، از امروز بله من یاد گرفتم میتونم. این حال اگه میخوای امتحان کنه، یه خط به تمرکز بخونه، ببینه برداشت میکنه. حتما. از قانون همه یا هیچ استفاده نکنه، میگه هیچ یاد گرفته نمیتونه. نه، یک سفر اینا بخونه، حتما یک موضوع برداشت کلی میتونه. نه، ولی اینا میگه من هیچ یاد گرفته نمیتونم. خب وقتی ما هیچ میگیم، بار از سر خود سنگین میسازیم، خراب میسازیم. در نهایت مشوره ای که ماستری خودش شروع کنه، یک دفعه پیش دکترم تو که سر پایم در بخوره، دکتر مغز اعصاب، یک ذره دوا بر خوابش، بر تمرکزش میته، حافظه‌ش هم هیچ کار نداره، دوا خلاص. همین دو گپ اصلاح کنه، میبینه چی حافظه خوبی داره. من تو از دوره لیسانسم که دال نمرات خوب میگیرم و ان شاءالله که مشکلم بخیر حل میشه. و در کار خوب تعلل کردن و دیر ساختنش خوب نیست. ماستری خود از امیالی بگرده، گالی سمسترا نیست، بخیر تا مای عمل که سمسترا شروع میشه. ایس شوق علاقه اگر حال داره، شاید که باز فردا نداشته باشه، انسان است، دیگه حالت نیست. انشالله شوقش متداوم باد، ولی شروع کن.